درود به همه دوستان و عزیزان، امیدوارم که دوستان صدا خوبه براتون؟ صدا بنویسید لطفا اگر صدا اوکیه. درود بر همه دوستان، درود بر شما. خب امروز دوشنبه 17 مهر 2582 شاهنشاهی ایرانی در خدمت دوستان هستیم با یک گفتگوی بی پرده دیگر از رستاخیز سیمو. تا دوستان بخوان اضافه بشن بذارید یک شاهکار از جمهوری تروریستی اسلامی رو با هم ببینیم تا دوستان دیگه به ما اضافه بشن. صدا خوب هستم؟ من ترکیه هستم. ترکیه رو اینجوری نمی نویسن دوست عزیز، می نویسن ترکیه. درود بر شما. جمهوری تروریستی برای تبلیغات داخلیش، برای اینکه امت مسلمان خر و همیشه خر رو پای منبرش نگه داره، اومده یک ویدیویی رو منتشر کرده در خبرهاش و اعلام کرده که اینها جنرال های بلند پایه ارتش اسرائیل هستند که توسط تروریست های حماس به اسارت در اومدن. اما انقدر اینها بیخردن و انقدر دست پاچه داره این سناریو رو جلو میبره جمهوری اسلامی که حتی دقت نمیکنه به پرچمی که روی شونه های اون مامورانی هست که دارن اون آدم ها رو میبرن و اصلا نمیدونه این پرچم متعلقه به کجاست و اصلا بازی چیست. اما حالا تا دوستان میخوان اضافه بشن این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم سراغ بقیه صحبتام. بذار من اینو بزرگش کنم برای دوستان. جنرال بلند پایه رژیم صهیونیستی به دست سربازان حماس در شبکه‌های اجتماعی ابراز خشونت. خب بذارید بزنم از اولش. قرار فضای مجازی با انتشار تصویر چندین جنرال بلند پایه رژیم صهیونیستی به دست سربازان حماس در شبکه‌های اجتماعی ابراز خشونت کرد. خب ویدیو رو دیدید، یه بار دیگه من بزنم روی ویدیو تا دوستان بخوام برسم به لایف، چون ما لایفمون هر شب ساعت 10 شروع میشد، امشب ساعت 9. یه بار دیگه ویدیو رو نگاه کنید دوستان، میخوام بهتون بگم که داستان چقدر رو دورتون و چقدر خر تو خر داره جلو میره. یه بار دیگه با هم ببینید. در کل جنبش جهان قرار فضای مجازی با انتشار تصویر چندین ژنرال بلند پایه رژیم صهیونیستی به دست سربازان حماس در شبکه‌های اجتماعی ابراز خوشحالی کرد. بذارم بیام عقب‌تر. الان میگم این ویدیو مال کجاست، داستانش چیه. این پرچمی که روی دوش این افسر میبینید یا روی دوش این سرباز میبینید، پرچم اران، کشور اران، الهام دماغوف و حتی لباسهایی که تن اون آدم ها هست، این لباس ها و حتی همون ماشین زرهی هاییه که اسرائیل در اختیار الهام دماغوف گذاشت، این آدم هایی هم که دارن میبرن از رهبران یا مقامات جمهوری خودخوانده قرباوه که چند روز پیش اتفاقا با نقشه اسرائیل، با کمک اسرائیل، جمهوری قرباو رو از ارمنستان کلن پاکسازی کردن، از ارمنی کلن پاکسازی کردن و اینو انداختن جزو خاک باکو یا اران. و حالا جمهوری تروریستی اسلامی ابله در شبکه خبر حالا با این ناز
ناظر کیفی و ناظر برنامه و سردبیر و همه این عرازل و باشی که دارن پرچم باکر رو دوشی یارو نمیبینن. بعد این دوتا چهره، دوتا از سران یا دوتا از مقامات جمهوری باکو، ولی برای اینکه جمهوری قره‌باغ، ولی برای اینکه جمهوری اسلامی تبلیغاتش رو جلو ببره و خوب میدونه جمهوری اسلامی، اونهایی که پای رسانه های جمهوری تروریستی اسلامی میشینن یه مش یابو هن، یه مش گاو هن و اصلا این چیزا سرشون نمیشه. بنابراین هر مزخرفی رو میاد توی ذهن جامعه فرو میکنه و میگه اینها افسران بلندپایه از ارتش اسرائیل هن که توسط دلاوران تروریست حماس دستگیر شدن. اینو برای این گذاشتم چون این ارزشی های ابلهی، سایبری های ابلهی که بعدن حالا میخوام میان زیر این ویدیوها مطالبی رو بگن، ببینن که دارن برای چه سیستمی و برای چه حکومتی جفتک به طاق طویله میزن. برگردیم رو موضوع اصلی. تیتری که در لایو در استوری گذاشته بودم، پایان بازی برای پایان بازی برای مردم بی‌تفاوت. چند شبی است که به صورت جدی داریم در مورد یک خطر بالقوه در مورد تمامیت ارضی ایران صحبت میکنیم. خب اتفاقات رو دیدید، رقم خورد و امروز هم قطعه های دیگه پازل متاسفانه تکمیل شد. بعضی ها توی این رسانه ها، توی رسانه ها که کلن جریان دو شاخه است، یک بخشی طرفدار تروریست های شاخه تروریستی پسرعموهای سامی به عنوان حماس، بخشی دیگه هم طرفدار اون یکی شاخه باز هم تروریستی اسرائیلیش هستن و اصلا داستان اپوزیسیون ایران، حالا من کار روی رسانه های بین المللی ندارم، اونا وظیفهشون رو انجام میدن، ولی من در مورد هممیهنان فارسی زبان صحبت میکنم، اونایی که مدعی هم ما داریم برای ایران تلاش میکنیم، به دو بخش تقسیم شدن، بخش اینوری بخش اونوری، و اصلا چیزی هم که این وسط اهمیت نداره بیدار کردن ملت ایران، چیزی که برای اینها به قول معروف جزء خطوط قرمزشون هست، اشاره به حقیقتی که پشت این جریان پنهان شده و همچنان درگیر کمک کردن و حمایت کردن از این یا از اون هستن. اما قطعه های دیگه پازلی که دیشب در موردش صحبت کردیم که به زودی اتفاق میفته این بود، امروز انگلستان که اعلام کرد 14 یا 16 شهروند خودش در این فستیوال جشنواره بوده که اصلا نیستشون، ناپدید شدن. چند کشور دیگه هم امروز اومدن رسما اعلام کردن، آمریکا هم امروز رسما اعلام کرد. اما اینها باز نشانه های از اینه که وقتی میخوان یک اتفاق بین المللی رو رقم بزنن، باید افکار عمومی کشورهای مختلف آماده برای پذیرش اون پلن باشن. یادتون باشه در 11 سپتامبر که دیگه بعد از اون همه گندش در اومد که تمام اتفاقات برنامه ریزی و طبق سناریو جلو رفته، اما در آمریکا یک اتفاق تروریستی دستساز مدیریت شده ای رو رقم میزنن، آتیشش در خاورمیانه شعله ور میشه. حدود بذارید من توییتو بیارم، الان میرسیم بهش. این مطلب رو نگاه کنید دوستان، یک توییتی حتی ما اینا برنامه هاشون هم گذاشتیم، حالا این چیزی که من الان دم دستم پیداش کردم، 26/4/2022، یعنی یک سال خورده پیش، تقریبا یک سال و سه ماه پیش، مرحله بعدی بازی معامله قرن، پوتین برای برداشتن بار منفی تبلیغات و به حاشیه بردن تجاوز روسیه به اوکراین، کارت برپایی یک آتش بزرگ در خاورمیانه را در جیب دارد. در این مرحله از بازی، بازیگر اصلی رژیم عبری عربی کمونیستی آخوندی است، منتظر یک فاجعه بزرگ از سوی رژیم با هماهنگی ارباب ها باشید. 26/4/2022، یعنی یک سال پیش، زمانی که طرح معامله قرن توسط پوتین، توسط نتانیاهو و ترامپ اعلام شد، از همون روز به این ور که درو جامعه روانی که بیایم ما مرحله به مرحله بازی های طرح معامله قرن رو متاسفانه گفتیم و کسی نشنید. خیلی از اتفاقاتی که قبل از این که حتی استارتش بخوره ما اعلامش کردیم. الان هم یه نمونه شو براتون گذاشتم، 26/4/2022. حالا جریان چیست؟
در معامله غرب پوتین و روسیه خودش یکی از بازیگران اصلیه. آتیش باید از اوکراین شروع میشد و بعد یواش یواش میومد در خاورمیانه. بی‌حس کردن افکار عمومی از جنگ، احساس کرختی کردن افکار عمومی از صحنه‌های جنایت. در اون سینما یا سیرکی که در اوکراین را انداختن، این اتفاق رو رقم زدن. مردم رو چجوری بگم، چشم و دل مردم رو از این صحنه ها زدن در اوکراین. اما اصل جریان در خاورمیانه باید رقم بخوره. امروز آقای نتانیاهو رسما اعلام کرد، بذار من خبرش هم براتون بیارم. ای وای، من این صحنه های حرات رو که ببینم. آقای نتانیاهو امروز اعلام کرد خاورمیانه را در چارچوب جنگ با حماس تغییر خواهیم داد. حماس و جنگ اسرائیل، یعنی جنگ پسرعموها، در همون سرزمین خودشونه، یعنی در همون کرانه های چی بهش میگن، غزه، نوار غزه، همون اطراف اسرائیله. اما چرا باید در چارچوب جنگ با حماس خاورمیانه تغییر کنه؟ این اون سوال هاییه که ایرانیان باید در موردش فکر کنن. چرا باید در چارچوب جنگ با حماس خاورمیانه تغییر کنه؟ اسرائیل اگر شما برید روی سایت های رسمی خودش، دو تا نقشه رو میتونید ببینید از سالیان پیش. همه اینها رو ما بارها، هم ما هم جناب مهربانی، بارها و بارها توضیح دادیم. بزنید در گوگل خاورمیانه، طرح خاورمیانه نوین، و بزنید طرح اسرائیل بزرگ، نقشه اسرائیل بزرگ، و دوتا نقشه ببینید که این دوتا نقشه عملا ایران درش تیکه و پاره شده. و اینها روی وبسایت ها و سایت های رسمی دولت اسرائیل، نه روی یک مجله یا یک روزنامه در اپیتی، نه، دستور کار حکومت اسرائیل، یعنی پروژه‌ایه که بهش دادن. و الان داریم میرسیم به اون جایی که اسرائیل خاورمیانه نوین رو به قول معروف شکل بده. خاورمیانه نوین هم باید آتیشش دامن ایران، البته بجز ایران چند کشور دیگه هم هستن که جزء این بازی هن. باید سند کیونی بر جزء این بازی هن. و بخشهای از این کشورها هم تغییر میکنه، مرزهاشون تغییر میکنه، کشورهای جدید و تأسیس شما در خاورمیانه خواهید دید، و این برنامه یه که اینها براش دارن. اما گفتم غزه و اسرائیل اینا چسبیده به همن. حتی امروز مقامات اسرائیلی اعلام کردن که دیگه آب و برق و گاز هم به غزه نمیدیم. یعنی فکر کنید آب و برق و گاز و نان پسر عموهای غزه ایشون رو اسرائیل میداده تا امروز. یعنی کسی که میاد میگه اینها دشمنان وجودی من هستن، یعنی این تازیانی که توی نوار غزه نشستن، داره آب و برق و گازش رو تامین میکنه، یعنی از اسرائیل داره بهشون داده میشه. حالا خرج خورد و خوراک و این هزینه هاشون هم که توسط نماینده اسرائیل در ایران، یعنی جمهوری اسلامی، داره داده میشه. اونجایی که من در چند وقت، در چند برنامه های پیش گفتم حماس و حزب الله و عمل و ممل و اون جبهه های دیگه میلیشیای نظامی یا شبه نظامی، همشون از فرمول واکسن استفاده شده و اسرائیل دشمن مدیریت شده خودش رو داره، دشمنی که خودش خلقش میکنه و خودش مدیریتش میکنه و با کمک تبلیغات رسانه‌ای این رو به جوامع به عنوان دشمن نشون میده، ولی در حقیقت دوستان خودشونن، پیمانکاران خودشونن، برنامه نویسان خودشونن. یک خبرگزاری امروز اعلام کرده بود که مصری‌ها دو هفته پیش به نتانیاهو گفتن که منتظر یک عملیات وحشتناک از نوار غزه باشید، و خودشون تعجب میکنن که چرا نتانیاهو هیچ کاری نکرد. دلیلش هم توضیح دادم در برنامه گذشته، گفتم شما میبینید مرزهای اسرائیل خالیه، با لودر میان مرز و فنس رو میشنن، وارد میشن، از هوا وارد میشن، از زمین وارد میشن، توی خیابونها کاروانها رو راه میندازن، و اون صحنه های مدیریت شده ای که کاملا مشخصه یک تیم حرفه‌ای داره اینها رو بازی میکنه،
این صحنه ها به دنیا مخابره میشه. اسرائیلی که گنبد آهنیش اگر یک پشه ای اشتباهی سر خر و کج میکرد میومد تو آسمان اسرائیل منفجرش میکرد و ویدیوش رو هم عرض کنم ویدیوش رو هم پخش میکردن بهش افتخار میکردن، شما تا دیروز هیچ خبری از گنبد آهنی نبود. یعنی دیروز شروع کردن دوباره یه سری ویدیوها رو از گنبد آهنی نشون دادن که بله گنبد آهنی مثل پشه کش داره موشکایی که با پول ملت ایران داده شده به این یکی پسرعموها رو تو هوا منفجر میکنه. فقط دو سه تا ویدیو دیروز ازشون به هر حال کاملا نشون میده که همه چیز طبق برنامه طبق سناریو جشنواره تشکیل بشه. آدمهایی از کشورهای مختلف، آدمهای بیگناه از کشورهای مختلف دعوت میشن میان اونجا و این سناریو از اونجا استارتش آغاز میشه. اما امروز اعلام شد آمریکا هواپیماهای B-52 رو به اسرائیل ارسال کرد. هواپیمای B-52 هواپیمایی نیست که برای نوار غزه بخوان. این هواپیما بمب‌افکن‌های بسیار قدرتمندی هستند که چند هزار تن مواد منفجره و بمب‌های بزرگ رو هم می‌کنن برای مسافت‌های طولانی. نوار غزه تا اسرائیل یکیه، اصلا ثانیه نداره بین مرزشون، یکی هم یه فنسی کشیده شده. پس این هواپیماهای B-52 آمریکایی برای چی داره میاد توی اسرائیل؟ فکرشو کردی؟ از طرف دیگه هم اعلام شد که آمریکا 4 فروند هواپیمای سوخت رسان در یک سال گذشته به اسرائیل تحویل داده بود. 4 فروند هواپیمای سوخت رسان، یعنی هواپیماهایی که توی هوا سوخت جنگنده ها رو تامین میکنه. امروز خبرهایی اومد از این ور اون ور که آمریکا 4 فروند دیگه هم سوخت رسان به اسرائیل ارسال کرده. یعنی شما فکر میکنید تمام این تجهیزاتی که داره میاد در اختیار اسرائیل قرار میگیره برای سرکوب حماس؟ خب غزه رو که همون برق و آب و گازشو که قطع کردید، مواد خوراکیش هم که جلوشو گرفتید که تمام دیگه، اونا که میمیرن اگه دشمنان شما بودن که نیستن. ولی آوردن این ادوات سنگین نظامی یک هدف بیشتر نداره دوستان. از سوی دیگه هم اعلام شد آمریکا ناوهای هواپیمابرش رو به دریای مدیترانه ارسال کرده. میدونید که وقتی قرار یک اتفاق رقم بخوره، مثلا شاید خیلی ها انتظار داشته باشن که ناوهای آمریکایی بیان تو خلیج فارس، نه نمیان در تیررس قرار بگیرن. اینها معمولا در حاشیه قرار میگیرن که این حاشیه حاشیه امن باشه و کشورهایی که توی این مسیر هستن کشورهایی هستن که آسمانشون در اختیار آمریکا و اسرائیله. یعنی هیچ گونه آسیبی به این ادوات نظامی دریایی آمریکا نخواهد خورد. اینا تمام نشان از یک برنامه کاملا هدفمند و بزرگ جنگی داره که متاسفانه هدفش هم ایرانه. منابع خبری در اسرائیل میگویند جنگنده های بمب‌افکن B-52 آمریکا وارد این کشور شدند. سر مار در تهران است. میدونید اینا رو کی داره تبلیغ میکنه؟ اینا رو خبرنگارهای جمهوری اسلامی در رسانه های خارج از کشور فارسی زبان اپوزیسیون، و لحظه به لحظه هم داره اینها رو برای ما مردم نشون میده و عادی سازی میکنه. عادی سازیش هم برای اینه که بذار اینم ببینیم. دومین تماس بایدن با نتانیاهو، شهروندان چندین کشور قربانی حمله حماس شدند. یعنی اون ائتلافی که در موردش صحبت کردیم بهانه‌هایی داشته باشن برای این اتفاق. اتفاقا یکی از دوستان که همین الان هم توی لایو هست دیشب برای من در دایرکت مطلبی نوشته بود، بسیارم درست، که آقای قاسمی به این اشاره کنید همین هایی که امروز بخششون پشت سر اسرائیلن، بخششون پشت سر فلسطینن یا حماسن یا اون دو شاخه پسرعموهای فرزندان ابراهیم هستن،
اینا همونایی هن که دقیقا پارسال به زمانی که قیام ملت ایران داشت شکل میگرفت و آغاز شده بود، اینها بخششون رفته بودن پرچمهای اوکراین رو میگرفتن دستشون، بخششون پرچمهای روسیه رو گرفته بودن دستشون و یک دعوایی در اپوزیسیون ایران شکل گرفته بود، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، که تو گویی ما یا مردم اوکراینیم یا مردم روسیهیم، بنابراین باید از حق خودمون دفاع کنیم. یعنی ابلهان و ایران ستیزانی در این اپوزیسیون به عنوان مدعیان، کارشناسان، کارفرمایان، تحلیلگران، رهبران، لیدران، سلبریتی ها، اینها بودند که در هر زمانی که مافیا نیاز داشت برای اینکه حواس ملت ایران پرت بشه که جیبش رو بزنه، وارد صحنه می شدن و هر اتفاقی که در سطح بین الملل قرار رو بیفته که به ما هیچ ربطی هم نداشت، می شد مسئله روز ما مردم ایران. در داستان انتخاب بین بایدن و ترامپ هم همین بود، یادتون هست؟ بخشی شده بودن طرفدار بایدن، کمپین می ذاشتن برای بایدن تو فضای سیاسی ایران، بخشی شده بودن طرفدار امامزاده ترامپ، کمپین میذاشتن واسه اون، و هر کسی هم میومد میگفت آقا این مسائل به من و تو ربطی نداره، کشورمون رو بپاییم، کشورمون رو نگاه کنیم، کشورمون رو دریابیم، مردممون رو آگاه کنیم، میشدی مزدور جمهوری اسلامی. چرا؟ چون بر علیه ترامپ حرف زدی. اینوری حرف میزدی میشدی مزدور جمهوری اسلامی. چرا؟ چون بر علیه بایدن حرف زدی. و این اختلاف هایی که به ما هیچ ربطی نداره میشد مسئله روز ما مردم. الان هم همینه. الان منتخب فرقش با داستان ترامپ و داستان اوکراین اینه که تمام این اتفاقهایی که داره میفته قطعه های پازلیه که به زودی قرار این پازل ایران رو نابود کنه، قرار ایران رو نابود کنه. شما فکر کنید آمریکا نزدیک 5 یا 7 پایگاه نظامی بزرگ در خاورمیانه داره که فرماندهی همه اینها با اسرائیله. خود اسرائیل تا خرخره مجهز به پیشرفته ترین سلاح هاست. کیه؟ کی اینجا داره زر میزنه؟ خفه شو بابا، خفه شو، خفه شو، خفه شو. اگر موضوع سایبری دیدید یا کار به کارش نداشته باشید یا یه اشاره بکنید من میفرستمش سطح زباله. تجهیزات نظامی فوق پیشرفته در اختیارش. نه لایف قطع وصل نمیشه دوست عزیزم، احتمالاً ایراد در دستگاه شماست. از این بر عربستان رو تا خرخره پر کردن از ادوات نظامی پیشرفته. امارات و دبی و کویت و نمیدونم قطر و متر و همه این آتش‌خاله‌ها رو هم تا خرخره جدا از اون تجهیزات نظامی آمریکا، اینها همه رو هم پر کردن تا خرخره از سلاح‌های جمعی، سلاح‌های کشتار جمعی. حالا اگر حمله‌ای به ایران آغاز بشه، خوب دقت اگر حمله‌ای به ایران آغاز بشه که اجتناب ناپذیره، چه کسی و چه سیستمی و چه گروهی و چه ارتشی قرار از ملت ایران و کشور ایران پدافند کنه؟ شاید خیلیاتون بگید که خب سپاه پاسداران. اتفاقا برعکس، بیشتر آسیب‌هایی که در جنگ احتمالی به کشور ایران زده خواهد شد توسط سپاه تروریستی پاسداران اتفاق میفته. ارتش، ارتش فاقد تجهیزات نظامیه. ارتش ایران فاقد تجهیزات نظامیه، چه دریایی، چه هوایی، چه زمینی. یعنی هر آنچه که ارتش ایران امروز داره همون چیزهایی است که پسمانده های جنگ 8 ساله‌ای که به همین مافیای جهانی به ملت ایران تحمیل کرد. پس ارتش عملا خلع سلاحه، چیزی نداره. میمونه این وسط سپاه تروریستی پاسداران با اون زاغه های سوراخ موشایی که درست کرده.
تمام اون سوراخ موشا و تمام اون موشک ها قرار نیست در جای خارج از ایران هزینه بشه، اونا در داخل ایران اصابت میکنه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. کدوم انقلاب اسلامی؟ انقلابی که اسرائیل و آمریکا و فرانسه و چین و روسیه و ایتالیا و سوئد و همه این کشورهای دالتون این انقلاب رو در ایران کاشتن. یعنی سپاه مدافع منافع اونهاست. عملا هم در طول این 44 سال اینو به ما مردم ثابت کرده، یعنی به ما مردم ایران ثابت کرده که نون ملت ایران از سر سفره رو سپاه دزدید، جیب ملت ایران رو سپاه خالی کرد، کشتار ملت ایران رو سپاه انجام داد. یعنی سپاه تروریستی پاسداران اسرائیل در خاورمیانه. حالا اون سایبری و اون بسیجی ابلهی که فکر میکنه سپاه با اون 4 تا لوله بخاری میخواد از ایران پدافند کنه، سخت در اشتباهه. روسیه امروز اعلام کرد که برای شهروندان ایرانی دیگر نیازی به روادید نیست، یعنی شما میتونید بدون ویزا وارد روسیه بشی. فکر میکنید اینو برای کی اعلام کرد روسیه؟ اینو برای کی اعلام کرد؟ اینو برای مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد. آی ابلهی که میشینی از جمهوری اسلامی دفاع میکنی، آی بی پدر مادری که به نام حمایت از جمهوری اسلامی تو سر مردم میزنی. اون اربابی که بالا دستت نشسته بخشش تو کانادا قبلا اقامتش رو گرفته، بخشش تو اروپا سرمایه گذاری کردن، بخشش تو آمریکا سرمایه گذاری کردن، بخشش رو تو استرالیا سرمایه گذاری کردن، بخشش رو تو چین سرمایه گذاری کردن و اون گداگودوله هاشون، اون تطوالشون هم روسیه درها رو باز کرد، گفت تشریف بیارید تو روسیه. نه برای اینکه ازشون پذیرایی کنه، نه، بیایید تو روسیه که قرار سرباز جنگی من بشید، من پوتین. پس کی کلا سرش میره؟ توی گوساله‌ای که فکر میکنی علی خامنه ای دشمن اسرائیله، توی ابلهی که فکر میکنی آمریکا دشمن جمهوری اسلامیه. یعنی زمانی که این اتفاق بیفته، اگر ارتش ایران توانی هم برای مقابله داشته باشه، توسط سپاه تروریستی پاسداران سرکوب میشه، نه توسط اسرائیل، نه توسط آمریکا، چون سپاه مأمور نظامی اینهاست. یک موشکی رو چند روز پیش سپاه اومد در گرگان تست کرد، در اطراف گرگان، یادتونه دیگه، پدافند هوایی ارتش زد انداختش پایین. کجا انداختش؟ انداختش تو خونه های مردم تو گرگان، یادتونه دیگه. و این همه دستاوردهای با شکوه سپاه تروریستی پاسداران رو تا حالا دیدید. پس دلخوش به این نباشید که ایران دارای نیروی نظامی است. خیر، این نیروی نظامی که وجود داره دشمن من و تو ایرانیه و دشمنیش رو تو خیابونهای ایران به زن و بچه و به آدمهای بیدفاع این پسرموهای سامیش نشون داده. به ما بالای 7-8 هزار جوون ما رو همین سپاه تروریستی در آبان 98 کشت، 2-3 هزار نفرشون رو در دیماه 96 کشت. حالا اینم وز میکنه، در دیماه 96 کشت، در تابستان 1400 کشت. مگه نکشت؟ با خفه شد دیگه. مگه نکشت دوستان؟ مگر همین الان سپاه تروریستی برای من و تو مردم ایران مگه خط و نشون نمی کشه؟ مگه دروازه های ایران رو سپاه باز نکرد برای نیروهای عراقی که 8 سال فرزندان ایران مقابلشون ایستادن و جنگیدن؟ مگه با سلام و صلوات وارد ایرانشون نکرد؟ مگه دریای کاسپیان ما رو 2 دستی تقدیم وراث روسیه نکرد؟ مگه خلیج فارس ما رو 2 دستی تقدیم هند نکرد؟ مگه تقدیم چین نکرد؟ این دولت ابراهیم قاتل، خب این دولت ابراهیم قاتل که دولت سپاهی هاست، مثل دولت احمدی نژاد، نگاهش به شرقه،
پس این همه حرکت هایی که دولت رئیسی داره میکنه، یعنی عملا حرکت هایی که سپاه پاسداران دلش میخواد. حتی این رو یکی از فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران گفت، گفت این دولت دولت ماست. معامله هایی که داره میکنه، بذل و بخشش هایی که داره میکنه، فقری که تو جامعه گسترش داده، با رضایت سپاه داره انجام میشه. بعد شما چرا فکر میکنید سپاه پاسداران مقابل اربابش میسته؟ اصلا چی داره که بیسته؟ سپاه از مدت ها پیش، از سال ها پیش، رنگ لباس سپاهی ها رو نگاه کنید، رنگ لباس ارتش اسرائیله. سپاه از مدت ها پیش در استان های حاشیه ایران بومی سازی کرد، نیروهاش رو بومی سازی کرد. برای چی بومی سازی کرده فکر میکنید؟ برای اینکه پان ترک ها و پان کرد ها و پان عرب ها و از این ور پان بلوچ ها نیروی نظامی داخل ایران داشته باشن. و اگر ارتش ایران بخواد حرکتی انجام بده، همین نیروهای بومی سپاه تروریستی پاسداران مقابل ارتش میستن. اصلا دیگه نیاز نیست آمریکا و اونا از بالا دارن میزنن. توی اپوزیسیون یه مش گوساله ایران ستیز نشستن، جان مادر اسرائیل بیا ایران رو بمباران کن. یارو ویدیوی بی 52 رو گذاشته داره سوت میزنه، آخ جون چقدر خوشگله که اینها رو در آسمان ایران ببینیم. یعنی یه آدم چقدر باید سقوط کرده باشه و هنوز به این نتیجه نرسیده باشه که آقا این هواپیما قرار نیست بیان جمهوری اسلامی رو بزنن، قراره بیان ایران رو بزنن. و وقتی ایران رو زدن، تازه اول بدبختی هاست. یعنی شما فکر کنید اگر حتی حمله نظامی به ایران شه، این حمله یک ماه، دو ماه، یه روز، دو روز، پنج روز، هر چقدر روز طول بکشه، خسارت بزنه، ایرانی بکشه، ایرانی از بین ببره، نابود کنه، این هیچی نیست. سر بزرگش زیر لحاف هنوز. بعد از اون مصیبت ما ایرانیان شروع میشه. چجوری شروع میشه؟ همون مصیبتی که سر مردم عراق اومد، همون مصیبتی که سر مردم لیبی اومد، همون مصیبتی که سر مردم افغانستان اومد. ما مردم حافظمون حافظه ماهی هم نیست. عراقی ها به جای رسیده بودن، صدام به جای رسیده بود که هر آن ممکن بود در درون ارتشش 4 تا آدم خایدار پیدا بشه، صدام رو بکشه پایین، یک حکومت نظامی دیگه در عراق شکل بده. مردم هم انقدر ناراضی بودن که پشت اون حکومت می ایستادن. بلا فاصله آمریکا و شرکا و روسیه و رفقاشون شستشون خبردار شد توسط سیستم امنیتیشون که آقا یا الان یا فردا دیره، ممکنه یه اتفاقی تو عراق بیفته. بلا فاصله تونی بلر نخست وزیر روباه صفت انگلستان با جورج بوش دست به هم دادن، بدون اینکه شورای امنیت وارد بشه، بدون اینکه افکار عمومی بین الملل رو آماده کنن، حمله کردن به عراق. بعدن اومدن مجوزشو گرفتن. صدامی که دندان لق شده بود و داشت میافتاد رو گذاشتنش کنار، قانون اساسی فدرال رو کردن که چون مردم عراق، عراق رو بخش بخش کردن، خودمختاری اعلام شد، نفت عراق، نفت کرکوک، نفت اقلیم کردستان رو اسرائیل برداشت، بقیهش هم آمریکا و شرکاش برداشتن، پول بازسازیش هم ما مردم ابله ایران دادیم. و این نیروی نظامی متفقین تا زمان تثبیت عراق فدرال در عراق موندن. و برای اینکه عراقی‌ها به خودشون نیان، اتفاقی رو رقم نزنن، بازی زیر میز بازی نزنن، هر روز در گوشه گوشه عراق بمبگذاری ها، انفجار ها، ترور ها، کشتار ها رو شکل دادن. مثل پشکل آدم کشتن. و مردم عراق محکوم به پذیرش همون چیزی شدن که آمریکا و شرکاش بهشون تحمیل کردن. بیان تو لیبی
قذافی کارش به جایی رسیده بود، این الان جمهوری اسلامی شده بود دندون لق، هر آن ممکن بود بکنه، یا مردم قیام کنن، یا تو ارتش یه آدم با وجود پیدا بشه، یا یه اتفاقی بیفته این مردم لیبی رو از دست قذافی در بیارن. آمریکا و شرکاش بودو بودو سپاه پاسداران تروریستی رو فرستادن جلو، بمبگذاری کرد در سفارت آمریکا در بنغازی، بلا فاصله اون زمان هیلری کلینتون بود، بلا فاصله ارتشکشی لشکرکشی به لیبی، آی ما مردم لیبی رو نجات دادیم، قذافی رو از توی لوله بخاری در آوردیم، بیاید حالش رو ببرید. مردم لیبی امروز چیزی به نام کشور لیبی ندارن، چیزی به نام آسایش ندارن، چیزی به نام رفاه ندارن، هر بخششو یه مادر قهوه گرفته داره برای خودش حکومت میکنه، اموالشون منافعشون هم از زیر پاشون داره میره، توسط فرانسه، توسط انگلیس، توسط آمریکا، توسط اسرائیل، توسط چین. افغانستان هم همین شد، دور اولی که طالبان رو میخواستن برکنارش کنن، مردم افغانستان این کار رو داشتن میکردن، ظاهرشاه افغانستان اومد وسط، مردم رو دعوت کرد، مردم رو تشویق کرد بیاید یه کاری بکنیم، تا دیدن ممکنه ظاهرشاه موفق بشه بلافاصله یک ائتلافی تشکیل دادن، حمله کردن به افغانستان، به طالبان گفتن تشریف ببرید پاکستان، اینم پولتون. یه بقالی رو از این همین حامد اسماعیلیون گوساله هست، یه بقالی دیگه اینجوری حامد کرزایی رو از افغانستان برداشتن آوردن توی از آمریکا آوردن توی افغانستان، گفتن این رئیس جمهورتونه، دموکراسی برقرار میشه، چهار تا هم رئیس جمهور دارید، حامد کرزایی یه رئیس جمهوره، اون یکی آخونده رئیس القاعده یه رئیس جمهوره، اون یکیتون یه رئیس جمهوره، همینجوری قبیله‌ای باشید دیگه. ظاهرشاه افغانستان هم رفت و این مصیبتی که شما امروز در افغانستان دارید میبینید، اینا درس نمیشه برای ما؟ آقای قاسمی ما مردممون با مردم افغانستان فرق میکنه، چه فرقی میکنه؟ آقا ما مردممون با مردم لیبی فرق میکنه، چه فرقی میکنه؟ آقا ما مردممون با مردم عراق فرق میکنه، فرقش چیه؟ چرا فکر میکنید ما تافته جدا بافته ایم؟ مگه الان نمیبینید پولمون رو جمهوری اسلامی داره میدوزه، میده به پسرعموهای سامی، با همدیگه فیلم بازی میکنن، افکار بین الملل رو آماده میکنن که حمله کنن به ما، بعد ما داریم سود میزنیم و کف میزنیم، تشویق میکنیم بیارید ما رو بزنید. یکی از مقامات آمریکایی با شبکه منو ملا یا انوگو مصاحبه ای کرده، بشنویمش. To put Iran out of the oil business by destroying their refineries. There are four major refineries in Iran. They're fixed targets. If Hezbollah attacks Israel, I would make Iran pay a heavy price. So I've been on the phone all day to the Mideast, and I've told our allies and people with connections to Iran what I would do. I would tell Iran that if Hezbollah attacks Israel, we're going to come after you, the Iranians, and have a coordinated effort between the United States and Israel to put Iran out of the oil business by destroying their refineries. There are four major refineries in Iran. They're fixed targets. If Hezbollah attacks Israel, I would make Iran pay. Trinity. شنیدیم یا خوابیم هنوز؟ چند شب پیش من این تصویر رو نشونتون دادم، گفتم برید توی توییتر این صفحه رو میتونید ببینید، یک صفحه پر فالوور بزرگه، یک صفحه مهمه، ترور آلارم، نوشته هنوز اتفاقی نیفتاده دوستان. اون موقع ها ببین دقیقا هفته ده، امروز چندمه؟ امروز 9 دهه. نوشته روزهای پایانی ایران به شماره افتاده، برای اسرائیل دعا کنید. اون نقشه‌ای که اون
این دارید میبینید نقشه ایران ها. حالا آقای قاسمی شما چرا این حرفای بد رو میزنی؟ چرا از این حرفای ناامید کننده میزنی؟ این ناامید کننده نیست دوستان من. ما اگر بیدار نشیم تموم کارمون. به ایران سوگن اگه بیدار نشیم تموم کارمون. پادشاه یک مصاحبه کرده بود با یکی از این مجله های یا روزنامه های آمریکایی و ایشون ازش سوال پرسیده بودن شما برای چی رفتی اسرائیل؟ گفته بود من رفتم اسرائیل پیام صلح رو ببرم به جای جنگ، همون چیزی که من چندین بار در موردش صحبت کردم. پادشاه رفت جلوی این رو بگیره. آیا اومدید پشت پادشاه نشون بدید که شما مردم پشت پادشاهید؟ زمانی که پادشاه رفت اسرائیل به جای اینکه مردم هر روز توی خیابون فریاد جاوید چا سر بدن، همه رفتن تو خونه هاشون. به جای اینکه اپوزیسیون بیاد پشت پادشاه بیسته، شروع کردن به حمله به پادشاه، تخریب پادشاه. چیکار کنه براتون؟ چیکار کنه برای ایران؟ پادشاه رفت جلوی این جنگ رو بگیره دوستان. یادمه در برنامه هایی در همون موقع اعلام کردم خدمتی که رضا شاه دوم بدون سلاح، بدون ارتش، بدون کشور، بدون پول، بدون مقام رسمی، خدمتی که به ایران کرد رضا شاه بزرگ نکرد، شاهنشاه آریامهر نکرد، ولی ما مردم بهش خیانت کردیم، پشتش رو خالی کردیم. کدوم حمایت؟ ایشون رفت جلوی این فاجعه رو بگیره چون میدونه این فاجعه تهش به کجا ختم میشه. اونایی که عقلشون میرسه، اونایی که بینش دارن میدونن این یعنی چی، ولی اونایی که مأمور خر کردن مردمن دنبال کار خودشونن، دنبال تبلیغاتشونن. آی آقا اینا مثل اینکه خیلی ناراحتن که اسرائیل داره حماس میزنه. ابله، حماس مال اسرائیله. آقا خودشون امروز اعلام کردن برق و آب و گاز تروریست هایی که میگن تروریستن اسرائیل داره تامین میکنه، نونشون رو اسرائیل داره میده، خرجشون رو جمهوری اسلامی از پول من و تو داره میده. آخه شعورم خوب چیزیه، شما این صحنه ها رو ندیدید؟ متوجه بازی نشدید؟ اینها برای اینکه کشور ایران از دستشون در نره، چون میدونن مردم ایران مردمی هستن که شاید هر لحظه ممکنه بازی رو به هم بزنن. اینا از ما مردم میشناسن، میدونن. برای همین اون رقابتی هم که بین خودشون بود که گفتم یه بخشش تجزیه طلب نرمه، یعنی سروس و دارادستش دنبال تجزیه نرمن، پوست اندازی جمهوری اسلامی و در انتها ایران فدرال. این بخش سودش در جنگه، یعنی من برم اون کشور رو فتح کنم و بعد این منم که تصمیم میگیرم برای اون کشور، همون کاری که در عراق کردم. آیا به نظر شما مردم عراق امروز دارن زندگی میکنن؟ شاید اون مردم هم مثل مردم ایران نشستن یکی دیگه بیاد نجاتشون بده. چرا فکر میکنید میلیاردها دلار پول تجهیزات نظامی، جابجایی این ادوات نظامی و همه اینها برای 4 تا تروریست پسرعموی خود اسرائیل؟ چرا اینجوری فکر میکنید؟ یکی از همین روزا، یکی از همین شبا میشینیم میزنیم تو سر خودمون، میگیم ای داد ایرانمان رفت. صدامون کمه، صدامون کوچیکه، زورمون نمیرسه. تبلیغات طرف مقابل زیاده، مثل سگ و شغال ریختن توی این فضای مجازی و توی این رسانه ها. درود بابا جان. درود بر شما. حسن باشید. خوبی؟ 10 دقیقه آخر لایو بابا جان در خدمت هستم. یه موردی بود،
این دوستان میگفتن که دارم خیلی خوبه. حالا صدا ما داری؟ بگو. یه موردی بود اون شبم میخواستم بگم، دوستان میگفتن که چرا شاهزاده رفته اسرائیل و از این داستانا. تا پیش از اینکه شاهزاده بره به اسرائیل، نتانیاهو همه جا میگفت ایرانی ها میخوان ما رو بکشن، فلان کنن، بهمان کنن. ولی وقتی که شاهزاده رفت اسرائیل و حالا نما و صدای ایرانی ها هم از همه جا بلند شد و همه نما و عکس ایرانی ها رو، فیلم های ایرانی ها رو دیدن، دیگه نتانیاهو نتونست بگه ایرانی ها میخوان ما رو بکشن. و اما من به سری از دوستای خودم همیشه میگم که اگر فلسطینی ها با ما دشمنن، اینو ضرب در دو بکن، خود دولت اسرائیل با ما دشمن تره. چون یه چیزی برام جالبه، حالا کار ما تاریخ دیگه، ما بیشتر از دید تاریخ نگاه میکنیم. دوستان برن جستجو کنن ببینن که درباره دادگاهی که برای به حراج گذاشتن گل نوشته های اخامنشی بود، بدونن که آیه کم آگاهی به دست بیارن. دو تا یه خانواده اسرائیلی یهودی به بهانه اینکه جمهوری اسلامی بمبگذاری کرده بود و به اینا آسیب رسونده بود، صاف دست گذاشتن روی گلنوشته های اخامنشی که تاریخ ما بود و با بیرحمی تمام گفتن باید اینا به حراج گذاشته بشه. که دکتر عرفایی خیلی پیگیری کرد و خوشبختانه با پیگیری هایی که برای یکی از کسایی که پیگیری کرد، دکتر عرفایی بود. حتی جمهوری اسلامی در دادگاه های نخست وکیل هم نفرستاد، این براش اهمیتی نداشت. خب این اگه شما وکیل نفرستی، به نفع کیه؟ به سود کی بود این کار؟ خیانت آشکاری دیگه که در برابر تاریخ ما بود، داشت انجام میشد با همکاری آقایان. و اما خوشبختانه خود دادگاه آمریکا، دانشگاه شیکاگو، وارد کار شد، وارد عمل شد و وکیل گرفت، چندین وکیل گرفت و پرونده رو به دست قاضی های گوناگونی فرستاد و خوشبختانه اون خانواده یهودی نتونستن گل نوشته های اخامنشی رو به حراج بذارن. و شگفتی اینجاست، با وقاحت و پررویی تمام رئیسی میاد میگه آره ما گل نوشته ها رو به ایران برگردوندیم. شما که میخواستید کاری کنید که برای همیشه این گل نوشته ها نابود بشه، به حراج گذاشته بشه به سود اسرائیل، خب ما این همه پول بلوکه شده داریم، پول بنبست داریم، گرفته شده داریم. خب اگر این خانواده به راستی داغدار بودن، خب چرا دست، درود بر شما سعید جان، درود بر شما، چرا دست روی این پولا نذاشتن؟ چرا صاف اومدن روی پیشینه ما، روی تمدن و تاریخ و فرهنگ ما که نه تنها برای ما هست، برای آیندگان هست، برای جهانیان هست، اینا چرا اونجا دست گذاشتن و گفتن باید این گلوشته ها حراج بشه، فروخته بشه؟ حتی نگفتن که اینا توی یه موزه گذاشته بشه یا جایی پژوهش بشه، حالا اون درآمدی که به دست میاد به ما بدید. نه، صاف گفتن باید ریشه رو بزنن. خب این اگر ببخشید، اگه دشمنی با ملت ایران نیست، این دیگه چی میتونه باشه که با همکاری خود جمهوری اسلامی هم انجام داشت میشد و جالب حتی وکیل هم نفرستادن. من این موضوع رو دوست دارم که این دوستان گرامی که حالا به ما میگن، نمیدونم دیشبم اون شبم که با شما اومدم داشتیم گفتگو میکردیم، چند نفر نوشتن این خودش نمیدونم سایبریه، فلان اطلاعاتیه، از این داستانا چجوری تو ایران داره زندگی میکنه. حالا ما که نمیایم برای شما دم و دقیقه بنویسیم چه داستانایی برامون پیش میاد، طرفو یه چک بهش میزنن میگه گلوله خوردم. خب الان ما بیایم بنویسیم برای شما، ما بیایم به شما بگیم چه داستانهایی نداریم تو این 15 سال گذشته تا امروز، به چه سودی؟ آخه چه سودی برای شما داره؟ اصلا مهم خیالتون رو بذار اینجا راحت کنم. من یه چیز بگم براتون. خودت فکر کنم دیگه تو اندازه شما، کوروش و دوستان دیگه و هر دوستان نزدیک خودم، من میشناسم، من چیزی برای از دست دادن ندارم خوشبختانه. اگر منم شاید درگیر خانواده بودم و درگیر داستان زندگی بودم، شاید خیلی چیزا رو نمیتونستم بگم، نمیدونم، خدا میدونه. ولی من این موضوع رو خواهش میکنم خودت سعید جان یه پخش زنده خیلی گسترده تری درباره این گلنوشته ها بذار که اصلا این گلنوشته ها چی هستن. حالا من یه چکیده کوچکی بگم ازش.
اینا زمانی که همه باستانشناسا میرن چین میبینن دیوار چین رو با برده‌داری ساختن، زمانی که میرن کلیزیوم ها و جایگاه نبرد گلادیاتور ها رو توی روم و حالا فرهنگ دیگه نگاه میکنن میبینن برده ها اونجا بوده، ولی زمان رضا شاه بزرگ هنگامی که از دانشگاه شیکاگو آمریکا برای کاوش به ایران میان، هنگامی که ارگ پارسه رو از زیر خاک میارن بیرون 20 متر خاک رو جابجا میکنن، گنج راستینی که اسکندر مقدونی فراموش کرد با خودش ببره رو پیدا کردن. گلنوشته هایی دیدن، همین گلنوشته هایی رو دیدن که دیدن دستمزد کارگرها در ارگ پارسه پرداخت می شده. روی همین گلنوشته ها آورده شده بود. اگر بانوی باردار می شد بیکاری مرخصی زایمان می رد. و پس از اینکه زایمان می کرد بچه رو به مهد شاهی می سپرد. 2 ساعت کمتر از دیگران کار می کرد تا پاس شیر مادر به جا آورده بشه. نوشته شده بود روی این گلنوشته ها داریوش شاه گفته بود که از دارایی های خودم به فلانی ببخشید، نه از دارایی های دولت، نه از دارایی های حکومت. نوشته شده بود شهبانوها، شاهزاده ها اگر میخواستن هزینه ای کنن باید از دارایی خودشون این هزینه رو انجام میدادن. نوشته شده بود شهبانوها دارای باغهای خودشون بودن، کارگاه داشتن، کارگر داشتن، به کارگرها دستمزد میدادن و گنج راستینی که برای ما بر جای موند همین گلنوشته ها بود که دریافتند وارونه قدرت های سراسر جهان در ایران برده‌داری نداشتیم و ارگ پارسه تخت جمشید با پرداخت دستمزد ساخته شد. حالا شما چگونه میتونید بگید ما دوست ملت ایرانیم و میبینیم که اومدن درخواست حراج گذاشتن این لوحا رو کردن، چرا میخوان تاریخ ما رو بزنن؟ یک پیشگویی هم هست درباره اینکه اسرائیل حالا دنبال چیه. خواهش میکنم دوستان برن پیشگویی ارمیای نبی رو بخونن. ما در فرهنگ حتمدی ها و ایلامی ها در جنوب ایران، فارس تا خوزستان و خلیج پارس تا بالاتر، ما هیچگاه نداشتیم، ندیدیم که حتمدی ها، ایلامی ها با یهودی ها مشکلی داشته باشن یا یهودی ها رو دچار بردگی و این داستان ها کرده باشن. ولی نمیدونم چه داستانیه، ما متون یهودی رو که میخونیم آخرش میبینیم یه دشمنی خاصی در وجود اینها با فرهنگ ایران هست. ارمیای نبی پیشگوییش اینه که میگه ما ایلام رو شخ میزنیم، مردمش رو میترسونیم، چنان میترسونیم که در کوچه ها آواره بشن و از سرزمینشون برن و بدونن که این سرزمین دیگه مال ما هست. و ما هنگامی که اومدیم، یهودی ها دارن میگن، ما هنگامی که اومدیم در سرزمین حتمتی ها ایلام جایگیر شدیم، دوباره اونجا رو برای خودمون میسازیم و ما میخواییم بهشون بگیم ما چه بیرحمیم. برید خودتون، خواهش میکنم این دوستان گرامی برن پیشگویی ارمیای نبی رو بخون و میگه که دوباره دولت ما در ایلام برپا خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی ما ایران رو میخواییم و این حکومتی هم که داره کمک میکنه. من همیشه گفتم هیتلر اسرائیل رو زایید جمهوری اسلامی بزرگش کرد. خیلی سالها دارن به من میگن بابا تو نمیدونم اسرائیل ستیزی فلانی، آقا دارید میبینید دیگه خودتون. اسرائیل اینقدر بود زمانی که جمهوری اسلامی اومد شد اینقدر و هنوزم باید این فیلم ها رو پخش کنن، شهرک نشینا فرار کنن، زنا فرار کنن، این فیلم ها رو پخش کنن تا شهرک نشینا رو بیارن توی قفقاز، بیارن توی امارات جایگیر کنن. پاینده باشی سعید جان، امیدوارم همیشه پرتوان و پر انرژی باشی. سپاس، خدا نگهدار. این لوها و این مسائل توی برنامه دیگه حتما ما هم دیگه یه برنامه در این مورد خواهیم کرد چون خیلی کار داره. سپاسگزارم ازت. پاینده باشی. بدرود، خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب. برگردیم روی این مطلب که من عرض کرده بودم خدمتتون. وزیر دفاع، این سایت وزارت امور خارجه اسرائیل، دوستان این سایت من نیست، توییتر وزارت امور خارجه اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل دستور محاصره کامل غزه را صادر کرد. دیگر در غزه برق نخواهد بود، سوخت نخواهد بود، مواد غذایی نخواهد بود، همه چیز متوقف می شود. جنگ ما علیه جانوران وحشی است. یعنی تا امروز همه این هزینه ها رو، همه این امکانات رو این پسرعموی در اختیار اون پسرعموی میذاشته دیگه. آقا جنگ اوناست، به من و تو چه؟ به من و تو ایرانی چه؟
یه چند تا تصویر ببینیم از هرات، یه کمی بعد برگردیم اگر برسم، البته نمیدونم. این سخن پادشاه رو همیشه آویزه گوشتون کنید مردم. شانشار یا مر، ملتی که روی خودش حساب نکند بازنده بازنده است. نه آقا، ما باید صبر کنیم انگلستان و اسرائیل و همسالهم بیان بزنن ما رو نجات بدن. خاک بر سر اپوزیسیونی که مردم رو داره به این سمت سوق میده. این ویدیو رو یکم ببینید بعد دو تا عکس هم نشونتون بدم. اینجا هرات. اینا فرزندان کوروشن ها، اینا هیچ ربطی به فرزندان ابراهیم ندارن. بله نام کودکانی هم که از زیر آوار جنازه هاشون بیرون اومده. یکی نوشته آقای قاسمی، سعید قاسمی تو خودت مزدور جمهوری اسلامی با مهران کمالپور. عزیز من خود خامنه ای هم، خبر نداشتی؟ من علی خامنه ای هم، مهران کمالپور چون سنش از من بیشتره احمد جنتیه. حالا چی میگی؟ گزی بالاتر مگی داریم؟ آقا چی کار باید بکنیم؟ امید، گفتم بهت که من علی خامنه ای هم، تو الان داری برای من مزدوری میکنی، خوبه؟ تموم شد، دهن تو به من برده مال کارت. چی کار باید بکنیم؟ ما مردم باید بازی رو به هم بزنیم. ببینید مشکل جمهور، مشکل حماس و حزب الله و اسرائیل مشکل من و تو ایرانی نیست. یکی نوشته بود آقا در مشهد انقدر کارتون خواب داره شما غریبه پرستید. نه عزیز من، تویی که در مشهد اونها رو میبینی، اون صحنه ها رو میبینی، ویدیو نمیگیری و پخش نمیکنی، شرف نداری. بذار خیالت راحت کنم، اگر در مشهد اون افتضاح هست و تو خواهی نمی کنی ویدیوش کنی و ویدیوشو پخش کنی، شرف نداری و دهنتو گل بگیر. من از توی سوئیس چیزی رو باید بدونم تو مشهد چه خبره؟ تویی که اونجا هستی باید این اوزارو ویدیو کنی و پخشش کنی. وقتی نمی کنی دهنتو گل بگیر. پس آقا مردم، ما هیچ راهی نداریم جز این که خودمون دستمون رو بالا بگیریم، بالا بزنیم و جمهوری اهریمنی رو پایین بکشیم. آقا کل فتنه از اهریمن 57 شروع میشه. اهریمن 57، چه اونی که داخله چه اونی که خارجه، یعنی چه جمهوری اسلامی چه اپوزیسیونش، اینها ایرانی نیستن، اینها جزو معادله 57ن. ایران رو ما مردم باید نجات بدیم. یه روز گفتم باز هم میگم، روزهایی میرسه که بشینیم بزنیم تو سر خودمون جنازه های فرزندان ایران رو اینجوری زیر خاک ببینید، یا جمهوری اسلامی رو ما مردم پایین میکشیم، یا اگر مافیا از طریق نرمش یا از طریق خشکش موفق شد جمهوری اسلامی رو تغییر چهره بده، شما فاتحه ایران رو بخونید، شما فاتحه ایران رو بخونید. من برای چی ابله من برای چی خوش باشم؟ میدونی درد کجاست؟ درد اون